بچه ها خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم توی این ویدیو مراحل دیگه‌ای که شما احتیاج دارید تا یک فیلم ساز بشید یا یک فیلم بسازید رو میخوایم بهتون بگیم. پس جایی ندید، تا آخر این ویدیو با من باشید. بریم برگردیم، یه توضیحات کوچیکی داریم، صاف بریم سراغ این که چیا احتیاج هست و اینکه دیگه بیشتر این وقت رو تلف نکنیم، از اون بعد بیشتر صحبت کنیم. بریم بیایم بیشتر در مورد صحبت کنیم. خب بچه ها، همون جوری که ما تو برنامه قبل گفتیم بهتون، اول برای اینکه شما بخواید یه فیلم رو بسازید باید قصه خوبی داشته باشید، باید قصه گوی خوبی باشید. توی این قسمت بخواییم بهتون بگیم که برای ساختن فیلم کوتاه شما باید چند دقیقه فیلم بسازید و اینکه چقدر راش داشته باشید و اینا، و توضیحات بیشتری در مورد این میخوام بهتون بدم. ببینید، ما معمولا خیلی ها اکثرا میگن که فیلم های کوتاه زیر 5 دقیقه فیلم های خیلی ایدئالی هستن، چون اصالت فیلم کوتاه رو نگه میدارن. ما اولین فیلم هایی هم که توی تاریخ سینما داریم به عنوان فیلم کوتاه ازش یاد میشه، چون فیلم هایی که از اول سینما هستش که برادران لومیر ساختن، فیلمیه که قطار داره وارد ایستگاه میشه، کارگرها مثلا کارخونه میان بیرون، از اینجور قبایل فیلم ها بوده و خیلی ها اصالت فیلم کوتاه رو توی مثلا 5 دقیقه، مثلا 3-4 دقیقه، خیلی ها حتی فیلم های 60 ثانیه‌ای رو فیلم فوق‌العاده‌ای میدونن برای نامیدن به عنوان یک فیلم کوتاه، ولی معمولا تا 40 دقیقه هم فیلم کوتاه هستش، تا 30 دقیقه، 40 دقیقه به عنوان فیلم کوتاه، یا 30 دقیقه به بعد به عنوان فیلم نیمه بلند ازش یاد میشه، بهش اشاره میشه. ولی خب ما بخوایم بگیم که چقدر برای این قضیه میخواید تایم بذارید و چقدر شما باید این کار رو انجام بدید و راش داشته باشید برای ساخت فیلم، یا چقدر میتونید فیلمنامه‌تون رو طولانی بکنید، من بهتون میگم برای شروع روی فیلم های 3-4 دقیقه زمان بذارید، روی فیلم هایی که زیر 5 دقیقه، یا داستانی که حتی 1-2 دقیقه بتونه تموم بشه و یه اثر خوبی براتون به جا بذاره. این فیلم ها فیلم های ایدئالیه برای اینکه به عنوان فیلم کوتاه ازش یاد بشن. ولی خب اگر شما میگید که آقا من مثلا فیلمنامه‌ام بیشتر از مثلا 1 دقیقه است، بیشتر از 2 دقیقه است، بیشتر از 5 دقیقه است، برفرض به عنوان فیلم کوتاه حساب میشه، 100% به عنوان فیلم کوتاه حساب میشه، نه اینکه فیلم کوتاه حساب نشه. شما اگر فیلمتون هر چقدر طولانی تر بشه، در کنارش پست پروداکشن بیشتری باید به کار ببرید، یعنی ادیت بیشتری باید انجام بشه روش، و قبل از فیلم هم باید پیش تولید خیلی زیادی داشته باشید. ولی فیلم ایدئالی که به نظر من میشه ساخت و هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، نه اینکه حالا هر کسی میتونه فیلم بسازه، ولی خب به نظر من تایمی که خیلی مناسبه برای اینکه شما یک فیلمی بسازی، یک ایدهی به ذهنت اومده و بیاری تصویرش کنی، یک ایده 5 دقیقه، زیر 5 دقیقه. حتی من خودم به شخص مثلا 2-3 دقیقه رو ترجیح میدم به فیلم 5 دقیقه. از طولانی شدن بپرهیزی، از حرف اضافه گفتن توی فیلم کوتاه بپرهیزید، از ایده های کلیشه، ایده های تکراری بپرهیزید، حتی امکان سمت موزیک ویدیو برید، موزیک ویدیوهای داستاندار، موزیک ویدیوهایی که حتی اگر ذهنتون هستش که به عنوان فیلم کوتاه یک موزیک ویدیویی بسازید که داستان خوبی داره از نظر خودتون، این ایده خیلی خوبیه به نظر من، که شما بتونید یه موزیک ویدیو بسازید، موزیک ویدیو داستاندار بسازید و دنبال اصلا فیلم داستانی نرید، دنبال اینکه مثلا یه قصه رو بخواید از لحاظ دیالوگ منتقل کنید. و آها، یک چیزی هم که خیلی خیلی مهمه توی فیلم کوتاه، تا جایی که میتونید،
یعنی تا جایی که از دستتون برمیاد و تو داستانتون میشه بگنجه، از دیالوگ بپرهیزید. یعنی دیالوگ رو جدا بکنید، یعنی فیلمی بسازید که اصلا دیالوگ نخواد. به نظر من خودم اگه بخوام فیلمی بسازم، فیلمی میسازم که اصلا دیالوگ نخواد، اگر قراره یه فیلم 3-4 دقیقه بسازم. پس یه جنبندی کلی بکنیم بچه ها. ما اول از همه قصه‌مون رو باید داشته باشیم، قصه گوی خوبی باشیم. دوم بیایم تایممون رو بیاریم زیر 5 دقیقه، تا حد اکثر 5 دقیقه یه فیلم بسازیم. ریتممون رو خیلی بهش دقت بکنیم. موزیک ویدیوها، کلیپ‌های کوتاه رو میتونید ببینید. و ایده بعدی اینه که دیالوگ رو حذف بکنید از فیلماتون، یعنی یه جورایی باشه که یک فیلم بدون دیالوگ بتونید بسازید. اگر این کارها رو بتونید انجام بدید و تو داستانتون این قضیه رو بگنجونید، مطمئنن فیلم کم هزینه‌ای خواهید داشت، فیلم خوش ریتمی خواهید داشت، فیلم خیلی خیلی اصیل کوتاهی خواهید داشت که به نظر من صاحب نظرها، صاحب سبک ها، اونهایی که فیلمسازهای خوبی هستن، مطمئنن از این قضیه حمایت میکنن. و خب توی جشنواره‌های خیلی بیشتری میتونید این فیلمتون رو بفرستید و شانس بیشتری دارید به نظر من. و تا همینجا فکر میکنم کافی باشه برای برنامه امروز. توی برنامه بعدی بیشتر توضیح میدیم در مورد اینکه چجوری میتونیم یه فیلم کوتاه خوب بسازیم و چه چیزهای احتیاج هستش. یادتون نره که کانال سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید همین الان، برام کامنت بذارید این پایین، همین پایین برام کامنت بذارید، ما رو دوستاتون معرفی بکنید. اگه برنامه رو خوشتون اومد برای دوستاتون بفرستینش، حتما حتما بگید اونا هم بیان و سابسکرایب بکنن و جمعمون بیشتر بشه و تو طول ساخت این برنامه که یک فیلم قراره با هم دیگه بسازیم، اونا رو هم توی این برنامه شریک بکنیم. مراقب خودتون باشید، امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشید. فعلا خداحافظ.